خب دو تا منطقه خیلی حالا خیلی نگیم یه مقدار پیچیده داره. یکی این پاکت این بالاست، همونطور که میبینید اصطلاحا رپ شده رو کار رپ، و این منطقه ای که به این صورت مقطعی که بالا سر کار میبینید روی کار رپ شده. حالا این دو تا منطقه رو چطوری میتونیم ماشین کاری بکنیم؟ طور که میبینید ابزار به صورت هلیکال یا رمپینگ وارد کار شده. سیمولیشن میگیرم بعدم بهتون نشون میدم. و به سطح کف که نشسته با فاز ابزار شروع کرده مسیر رو ایجاد کردن. فوق العاده مسیر ابزار جالبیه. حالا فارغ از جذابیتش، کنترلی که سالید کم روی ایجاد کردن مسیرهای چهار محوره یا سه محور، منظورم ابزار زنده با محور سی داره، تو پاور میل به سختی یا به ندرت شاید بتونید شما یه همچین مسیر ابزار ایجاد کنید. نمیدونم قبلا اشاره کردم به این موضوع یا نه که همه این کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم، درسته مبحث ما توی این مجموعه در مورد تراشکاری با محور سی هست، روی ابزار زنده با محور سی، ولی شما عملا میتونید از این قضیه روی دستگاه فرسینسی چهار محور استفاده بکنید، به شرط اینکه پست چهار محورش رو داشته باشی. یعنی این پست شما پست دستگاه فرز باشه نه دستگاه میلترن. پس دوستانی که این مجموعه رو از ما میگیرن عملا به نوعی اون قضیه رو هم دارن یاد میگیرن. خب اوکی میکنم، تموم شد. یه برنامه فوق العاده قشنگ مرتب، چه بس اون منطقه پشتم مثلا با این پاکت بتونید بزنید. سیمولیشن میگیریم ببینیم که چطوری کار میکنم. بیت سیمولیشن رو ماشین بگیریم با هم دیگه. خب دستگاه وارد شده، من از این زاویه به دستگاه و مدل نگاه میکنم، پلی میکنم. همونطور که میدید هیچ حرکتی تو محور وای نداری. خب من خروجی این کار رو هم میگیرم که یه بررسی هم رو جی کد داشته باشیم. بیاید اینا رو با هم دیگه از اینجا تا اینجا رو سیمولیشن ببینیم. کل شو شیفت رو نگه داشتم، همه رو با هم انتخاب کردم. روی این اولیه راست کلیک میکنم، سیمولیت رو میزنم، میرم تو ترنینگ. اینجا با هم دیگه سیمولیشن این موضوع رو بررسی میکنیم. حتی این قضیه چیز رو هم اینجا انجام دادم که اومدم سه نظام رو در این قسمت ست کردم که سیمولیشن رو کاملا دقیق ببینم. خب من خیلی وقت نمیخوام بذارم برای سیمولیشن گرفتن، کلیپ رو پاز میکنم، این همجوری حرکت میکنه تا برسه به این قسمت، برسه تا عملیات بعدی رو بهتون نشون بدم. حتی میشه تعریف کرد که افزار توی این قسمت نهید که پشت افزار گیر کنه، خیلی هوشمند و بسیار روان قابل تعریف. این پاس فینیششه. خب مرحله بعد شیر تراشی. ببینید افزار تحت زاویه تعریف شده، اینم به نوعی حالا یودری میشه در نظر گرفت که کار رو سبک بکنه. اینم داخل تراشی هست دیگه. از اینجا به بعد بعد از این فکر میکنم به رون رسمت که تو این قسمت سیمولیشن نشون میده. حالا یه بار دیگه من مجددا ریموف میکنم. البته شما میتونید کلیپو بیاری عقب، ولی من سریع این دیگه توضیح نمیدم. زاویه دوران، تعداد دوران حتما اینسرت بکن، پیش نمایش رو ببین، اگه اوکیه تایید رو بزن، سیو رو بزن و پروسه رو برات اینجا نمایش میده به همین راحتی. جی کد رو بگیرم ببینم که استخراج کردینم به این صورت. اینم از برنامه این حفره های اوبال شکل.
اینجا هم دقت بکن، x و z و c. ببین z ثابته، رو عمق 5 میلیمتر فیکس شده، الان فقط رنج پی نشون میده، در حقیقت محور c داره حرکت میکنه، حالا چون به ساب تنظیم شده احتمالاً پی میشناسه. به این صورت برنامه اجرا میشه. محور وای ما نداریم تو برنامه. حالا اگه دستگاه چهار محور بود، محور وای داشتی، نمیخواستی حرکت فلزکاری رو محور سی بندازی، نمیخواستی قفل محور سی رو آزاد بکنی، میه چیکار میکنی؟ توجه بکن، بذار جی کد اینو بگیرم. ببین الان x و c هست، z رو منفی 5 ثابت شده، 5 میلا x و c شروع کرده به کار کردن. اگر میبینی ورودت ابزار تو پاس اول خیلی بالاست، بذار این پاس اول، خب باید بیه توی استراتژی مقدار با اعداد و پارامتر رو بازی کنی که مقدار حجم باراد برداریش کمتر باشه. به این صورت ببین زد ثابت هست رو عدد وایستاده و x و z، در حقیقت x و محور c که حالا اینجا اسمش p هست داره کار میکنه. جی کدش رو با هم بگیریم. درد سر این برنامه پاکت نسبت به پروفایل برای منطقه کمتره، چون استراتژی خشنکاریه دیگه، خودش میاد مناطق رو محاسبه میکنه و برنامه رو میگیره. حالا اگر یه وقت جای بار مونده بود این اوورلپ رو باید بیام بیشتر بکنم. ببینید حرکت الان روی محور C و X هستش، یه جاهایی هم خب محور Z باید استپش رو بگیره. نوع نزدیک شدن ابزار اون لحظه اول که میخواد بره تو بار به صورت رمپینگ هست که اینجا شما دارید با این خط سبز رنگ میبینید. ابزار رو ور میدارم که ذره بهتر نمایش بده. ببینید الان داره به صورت رمپ رفت تو کار، زد ثابت میشه به این دونی میرفاین، همون چیزی که ما تعریف کردیم، و شروع میکنه جاروب کردن بدون اینکه بخواد از کار بلند شه یا هی لیفت های ملکی داشته باشه. این به این صورت. لینکش رو ببینیم رو حالت هلیکال گذاشته، می نفوذ کار من به صورت هلیکال هست که با زاویه 5 و اون ریدیوس یعنی قطر این دایره سبز رنگ رو 8ه. در این قسمت کلیر آفست شما میتونید تنظیم بکنید که چقدر طول پس از بیرون تر ایجاد بشه. حالا من گفتم از 19 میلیمتر بیرون تر 3 میل 3 میل بچین، تا یه حدی دیگه 19 تا 3 میل 3 میل ممکنه نچین. علتش اینه که دیگه بلوک خامت دیگه اینجا باری نداری که این بخواد از بالا تر ایجاد بکنه. خب لینک ها رو به صورت آرک تنظیم کردم. این کمان ها رو میبینید ورود خروج هستش میشه. خب ما محدودیت داریم دیگه، تو ماشین کاری میلتر مثل فرسکاری چهار محور یا پنج محور که نیست. به هر حال یه محور رو شما داری حذف میکنی، محور وای رو، و میخوای حرکت رو بندازی رو محور سی، یعنی محور وای مجازی داری ایجاد میکنی. خیلی از جاها اصلا نمیشه برنامه گرفت، یعنی دست ما خارجه. معمولا تو ابزار زنده در حالت افقی مثل همین حالت ها خیلی دستتون بسته نیست. خب دوستان، امیدوارم که از این مثال هم نکته های مفیدی رو
برداشت کرده باشید و امیدوارم که براتون کارآمد بوده باشه. خسته نباشید.